بیت المقدس، شهر سه مذهبی. سال 1180 میلادی به دروازه شهر لشکر قدرتمند اسلام نزدیک می شود. این لشکر را جنگسالار جذاب رهبری می کند. او جهاد اعلان کرده تا شهر بیت المقدس را از چنگ عیسویان آزاد کند. مسلمانان به کامیابی خود باور داشتند. آنها می فهمیدند که شهر را دوباره برای خود بر می گردانند. مسیحی ها آمادگی جنگ خونین می شوند، ولی در این زمان رهبر لشکر اسلام یک عمل انجام می دهد که برای ابد در تاریخ باقی می ماند. این جنگ سالار مسلمان تکتیک جنگ را تغییر می دهد. این برنامه رازهای تاریخ به صلاح الدین یوسف ابن ایوب تخصص داده شده. رازهای تاریخ، صلاح الدین. قبرس. سال 1167 میلادی یک مسلمان اهل صالح مصروف سپری کردن خدمت عسکری خود می باشد. اسم او صلاح الدین است. او را از دمشق پایتخت سوریه به اینجا فرستاده اند تا مصر ضعیف شده را از حملات عیسویان اروپایی دفاع کند. دکتر عبدالعظم متخصص بیوگرافی صلاح الدین می باشد. مسلمان ها نمی توانستند اجازه بدهند که مصر تسلیم عیسوی ها شود، که اگر عیسوی ها مصر را تصرف می کردند، آنها می توانستند که به سوی سوریه حمله کنند. وقت امیر مصر می میرد، صلاح الدین کوشش می کند که قدرت را به دست خود بگیرد. ظهور صلاح الدین به قدرت بسیار سریع بود. من حتی می توانم بگویم که قبل از این او اصلا شهرت نداشت. در طول 20 سال آینده صلاح الدین یک امپراتوری عظیم با پایتخت در دمشق به وجود می آورد که سرحدات آن از شمال افریقا از بین تمام شرق میانه تا سرحدات عراق امروزی می رسد، و برای متحد کردن مردم این منطقه او نه تنها از شمشیر استفاده می کند. صلاح الدین یک مسلمان محکم سنی بوده که در پهلوی جنگ سالاران دیگر او را شفقت، سخاوتمندی، دلسوزی، هدفمندی و صبر متوافد می ساخت. در تمام امپراتوری مدرسه ها را باز می کرد. مدرسه مکتب های مذهبی است که اطفال را به قوانین اسلام و دین معرفی می کنند که در پهلوی دانش آنها را به همبستگی و دوستی با همدیگر همچنان تشویق می کردند. در امپراتوری صلاح الدین همه ادیان، چی عیسوی چی یهود، همه صلح‌آمیز و آرام همزیستی می کردند. اما مهمانان ناخواسته وجود داشتند. حاملان صلیب از اروپا بیت المقدس را تصرف می کنند و سرحدات آن را زیر کنترل خود می گیرند. کیرل هیلن برانت، شرقدان و پروفیسر دانشگاه ایدنبورگ. یروشلیم شهر سوم مقدس برای مسلمین بعد از مکه و مدینه می باشد. در آنجا دو مسجد مقدسشان قرار دارد. گنبد بنای یاد بود و مسجد العکس. ولی در آنجا همچنان جاهای مقدس مسیحی ها وجود دارد. محل مصلوب شدن عیسی علیه السلام و برخاستش می باشد. صلیبداران بیت المقدس را در سال 1099 میلادی تصرف کردند، نیم قرن بعد از آن که پاپ اوربن دوم امر کرد که کنترل 400 ساله مسلمانان باید ختم شود. از شمشیرهای مسیحی ها نه تنها مسلمان ها بلکه یهودی ها و مذاهب دیگر به قتل رسیدند. به مسلمان ها بی خبر حمله می شود. آنها نمی دانند که کی آنها را مورد حمله قرار داده، و به دلیل مخالفات سیاسی نتوانستند جواب محکم بدهند. قبل از صلاح الدین هیچ کس نمی توانست علیه مسیحی ها مقاومت نشان دهد، و بالاخره مدرسه ها به جوش می آیند.
امام ها نارضایتی خود را از شهر بیت المقدس نشان میدن. آنها اول فهمیدند که عیسوی ها به آنجا آمدند تا دولت خود را در قلب دنیای اسلام تعداب گذاری کنند. تقریبا بدون کدام مقاومت از طرف مسلمین، عیسوی ها در سرزمین بیت المقدس پادشاهی یروشلیم را اعلان کردند. در این زمان به خصوص متمایر می شوند شوالیه های تامپریر و شوالیه های هاسپیتلیر که برای صلاح الدین آنها دشمنان مهم به شمار می رفتند. هاسپیتلیر ها و تامپریر ها که خود را صلیب سالاران می شماریدند بدون دلیل و بی‌رحمانه مسلمین را به قتل می رسانیدند که به این دلیل آنها دشمنان نمبر یک صلاح الدین بودند. با رسیدن سال 1180 میلادی برای صلاح الدین فقط یک هدف باقی می ماند. او که یک سیاستمدار زرنگ و جنگسالار شجاع می باشد اعلان جهاد می کند تا تمام ملتهای اسلامی را با هم در مقابل دشمن متحد ساخته بیت المقدس را برگرداند. این لشکرها می توانستند که با هم شانه به شانه بجنگند فقط اگر جهاد اعلان می شد. این فقط یک دلیل می بود که آنها را متحد زیر امر یک رهبر می ساخت. صلاح الدین سفر خود را از دمشق به سوی بیت المقدس با لشکر 30,000 نفری خود آغاز می کند. او به افتخار می گوید که خاک پاه اسبهای لشکرش روی آفتاب را می تواند بسته کند. در لشکر او امام ها، قاری های مذهبی و قاضی های شریعت جمع شده بودند. این به واقعیت که یک جنگ مذهبی بوده. آنها مردم را با احساساتی که زمین مقدسشان از نزدشان گرفته شده بالا کردند. صلاح الدین در این سفر مشاور شریعت در زمان جنگ را با خود می داشته باشد. اسم او ابن شاداد است. در آینده وی بیوگرافی صلاح الدین را می نویسد که تا امروز از آن استفاده می شود. دستنویس این در کتابخانه در مسجد الاقصی شهر بیت المقدس وجود دارد. این خیلی جالب است برای ادبیات قرون وسط اسلامی که بیوگرافی اشخاص معروف را بنویسند. باهودین شاداد مشاور مذهبی صلاح الدین بود. با تشکر از کتاب شاداد ما این قدر درباره صلاح الدین می دانیم. با رسیدن ماه جون 1187 صلاح الدین به بند جلیل رسیده پاسگاه عیسویان را در تیبریا محاصره می کند. به مقابل او لشکر عیسوی تحت رهبری پادشاه یروشلیم جی دلوزیانا حرکت می کند. تا دعای خدا در پشتشان باشد عیسوی ها صلیب خدا را با خود می گیرند. تاریخدان رافائل لویش از دانشگاه حیفا: مسیحی ها پلان داشتند که حمله نموده شهر تیبریه را آزاد کنند، ولی صلاح الدین برایشان یک تلک نصب کرده بود. او تمام بندهای آب را محاصره نموده ریسورس های آب را زیر کنترل خود می گیرد. بدون آب و به حد تشنه عیسوی ها تحت حمله شمشیرهای لشکر صلاح الدین مجبور به حرکت طرف تپه های آتش فشان خاموش شده که شورت به شاخ حاتین است می سازد. مسلمین از هر طرف آنها را محاصره می کنند. رافی فکر می کند که صلاح الدین قصدن آنها را از آب دور کرده تا بتواند عساکر پیاده را از سواره جدا سازد. پیاده که تعداد زیاد لشکر عیسوی را تشکیل می داد به هر طرف می دوند تا در تپه ها خود را پنهان کنند که در عین زمان عساکر سواره ایشان را صلاح الدین تحت حمله قرار می دهد. رافی همچنان فکر می کند که یک چیز رول عمده را بازی کرده. سنگ های تیز و رخدار برای عساکری که زیاد آهن بتن داشتن حرکتشان را مشکل می سازد. این سنگ ها را حتی امروز می توانیم ببینیم. صلاح الدین این شوالیه ها را به سوی این دیوارهای سنگی کشانید.
اگر ما به پایان نگاه کنیم در آنجا 100 متر دورتر نبرد رخ داده. دقیقاً اینجا همه چیز اتفاق افتاده. وقتی تمام اسب‌ها یا زخمی شدند یا نابود، عساکرشان را به سادگی صلاح الدین به شکار قرار داد. صلاح الدین خود را یک استراتیگ ماهر نشان داد. در نتیجه برنده این نبرد مهم شد. مسلمین صلیب خداوندی عیسویان را به دست آورده، پادشاه یروشلیم را عریض گرفتند، همراه با عیسوی که سخت از مسلمین نفرت داشت به نام رنه د شتلیا، شخصی که صلاح الدین قسم یاد کرده بود که شخصا او را به قتل خواهد رسانید. شتلیو با آن که تعهدنامه های صلح را امضا می کرد به مسلمان ها حمله نموده، آنها را خیلی ظالمانه به قتل می رسانید. وقتی هر دو اسیر نزد او به زانو می نشینند، صلاح الدین تحت قوانین اسلامی عمل نموده، با تعجب برای عیسویان او از آنها مهمان نوازی نموده به آنها آب سرد پیشنهاد می کند. وقتی گی آب می نوشد، او پیاله آب را به شتلیو می دهد. نظر به قوانین اسلام، اظهار مهمان نوازی همچنان به معنای پیشنهاد حمایت از آنها است. صلاح الدین ناراضی می شود از آن که گی پیاله آب را به شتلیو داد. صلاح الدین می گوید که او نه، بلکه گی برای شتلیو آب نوشیدنی پیشنهاد کرده. صلاح الدین شمشیرش را برهنه نموده، گردن شتلیو را از بدنش جدا می کند. ولی می بخشد گیرا که به مرگ از ترس می لرزد. صلاح الدین گیرا تسلیت داده می گوید پادشاه نباید پادشاه دیگر را به قتل برساند. صلاح الدین به احترامی که پادشاه ها باید احترام شوند با گی رفتار می کند. 230 شوالیه های هاسپیتلیر و تمپریر های متنفر از مسلمین به دست امام های مسلمان داده می شوند. و باز هم صلاح الدین تحت قوانین اسلام رفتار می کند. وقت زمان آن می رسد که سرنوشت هاسپیتلیرها و تمپریرها معلوم شود، با آنها انتخاب بین مرگ یا پذیرفتن اسلام را پیشنهاد می کنند. ولی چون همه آنها صاحب منصبهای نظامی بودند، آنها مرگ را انتخاب کردند. قوای گی از بین رفته و حالا صلاح الدین بدون مشکلات می تواند داخل شهر بیت المقدس شود. بعد از دو ماه و بعد از کامیابی بیشک در هاتین، قوای صلاح الدین به دیوارهای شهر بیت المقدس نزدیک می شود. در شهر وحشت است. مادران تشویش دخترانشان را دارند. باشندگان آمادگی به مرگ یا بردگی را دارند. و باز هم صلاح الدین غیر منتظر عمل می کند. او به عیسوی ها پیشنهاد تسلیم شدن را اعلان می کند. او به عیسوی ها اجازه خروج از شهر را می دهد، ولی در بدل بازپرداخت. پول بازپرداخت از همه باشندگان جمع آوری می شوند و اندازه پرداخت مربوط به جنسیت آنها می داشته باشد. صلاح الدین به آنها زندگی می بخشد، ولی با یک شرط که آنها این شهر را برای ابد ترک می کنند. آنها به اروپا بر می گردند و با خود خاطراتی میبرند از صلاح الدین، لشکرکش مسلمانی که از نگاه عزت و شرافت از هر شوالیه یا به اصطلاح نایت یا ریتسر اروپایی کرده بالاتر است. درباره او افسانه ها میگفتند. او را چون یک وحشی با شرافت و با عزت میپذیرفتند. با وجود آن که او عیسوی نبود، ولی با آن هم توصیف هایی داشت که عیسوی ها نمیتوانستند به او احترام نکنند. روین امیتال، متخصص شوالیه های اروپایی قرون وسطی. صلاح الدین وارث توسعه قرنهای فرهنگ سیاسی و حقوقی در دنیای اسلام بود که به طور عموم اساس خود را از قوانین شریعت، قوانین حقوقی اسلامی که در قرون 8، 9 و 10 میلادی تشکیل شده بود می گرفت. در اروپا صلاح الدین به سمبول شوالیه یعنی نایت ها یا ریترها که به اساس عزت و شرافت زندگی می کنند تبدیل شده بود. بعدن در سال 1825 میلادی از عزت و شرافت او در کتاب سر واتر سکات به نام تلسمان توصیف می شود. در بیت المقدس صلاح الدین به وضوع مکانهای مقدس اسلام با آب گلاب شروع می کند. بر رواج مردم مسلمان، برای عیسویان و یهودیان اجازه عبادت در بدل پرداخت جزیه داده می شود.
ولی حتی حالا که صدای آذان از بیت المقدس بالا می شود، صلاح الدین می فهمد که عیسویان بر می گردند. برای عیسویان غرب این یک تحول تراژید بود که به زودی بعد از این شکست پوپ روم میمیرد و پوپ نو فوراً بعد از سان حمله عیسوی نو را سازمان میدهد تا بیت المقدس را برگردانند. پادشاه انگلیس ریچارد اول با پوپ یکجا میشود. این جنگجوی شجاع که در آینده به نام قلب شیر مشهور می شود، همراه با صلیب گردانان در محاصره شهر اکرو یک جا می شود. ولی خبر ندارند که این محاصره کنندگان خود محاصره شده اند. اکثر این عیسوی ها خلاف قول خودشان که به صلاح الدین داده بودند که برای ابد این شهر را ترک می گویند برگشتند. در کمپ عیسوی ها امراض ساری گسترش پیدا می کند و به یک محل کثیف، بوناک و مرضی تبدیل می شود. واضح است که نرم نظافت عیسوی ها در آن زمان خیلی ها پایان تر از نرم نظافت مسلمان ها بود و به زودی خود ریچارد هم مریض می شود. صلاح الدین باز هم شرافت خود را نشان می دهد. با خبر مریضی ریچارد با او آب تازه و میوه می فرستد. این تحایف زیرنشان سیاسی می داشته باشد. با این تحایف به عیسوی ها نشان می دهد که آنها در خانه صلاح الدین مهمان هستند و او همه چیز را زیر کنترل خود دارد. از این به بعد کمپ پادشاه ریچارد پر از قصه های شرافت و عزت صلاح الدین می شود. وقت طفل عیسوی را تجاران بردفروش به سرقت می برند، صلیب گردانان به مادر او مشوره می دهند که از صلاح الدین کمک بخواهد. این خانم نزد صلاح الدین می آید و او امر می کند تا طفل را پیدا نموده به مادرش برگردانند. این خاطرات افسانه ها نیستند، بلکه همه تحولات تاریخی هستند. این کار شرافتمند صلاح الدین سویه او را در اروپا خیلی بالا می برد. درباره او چون انسان سخاوتمند که همیشه به قول خود ایستاده است یاد می کنند. ولی مهربانی او برایش خیلی قیمت تمام می شود. بعد از مریضی ریچارد با قدرت نو حمله می کند و محاصره دو ساله را می شکند و 3000 مسلمان را اسیر می گیرد. و برای آزادی آنها برای صلاح الدین شرط می‌گذارد. ریچارد برای آزادی اسیران پول پرداخت و تقاضای برگشت صلیب خداوند را می‌کند. صلاح الدین فکر می‌کند که شاید ریچارد نخواهد اسیران را به قتل برساند. او تقاضای ریچارد را نادیده گرفته به شهر برمی‌گردد. ریچارد می‌فهمد که صلاح الدین شخصاً او را 2 سال با محاصره اسیر نگاه کرده بود، ولی حال خود 3000 اسیر دارد. که بعدن یک تحول سیاه رخ می دهد. ریچارد 3000 اسیر مسلمان را در میدان می کشد و امر می کند که همه را اعدام کنند. بعد از 13 روز از آن که ریچارد از محاصره می براید، 2 لشکر با هم برای جنگ در جنگل شهر اورسوف روبرو می شوند. ریچارد مثل همیشه در وسط نبرد است. ولی وقت اسبش از زیر پایش می افتد، وجدان صلاح الدین را اجازه نمی دهد که ریچارد را سرنگون کند. و با وجود ظلم وحشی عیسویان با اسیرهای مسلمان، صلاح الدین برای ریچارد یکی نه بلکه 2 اسب روان می کند. این عکس العمل او لشکر اسلام را سخت تحت فشار و عقب نشینی مسلمانان می سازد. او می گوید پادشاه نباید به پا بجنگد. معلوم است که صلاح الدین همیشه با وجدان و شرافتمند عمل می کرد. همیشه چه در وقت صلح چه در وقت نبرد. ریچارد به فکر تصرف بیت المقدس می افتد و صلاح الدین می فهمد که جنگ سرنوشت کننده نزدیک است. و باز هم او به دنبال به دست آوردن وقت می شود.
بعد از این جنگ در اورسوف صلاح الدین تاکتیک خود را تغییر می‌دهد. وای می‌فهمد که با ریچارد نمی‌تواند در جنگ روبرو موفق شود، با آنکه او با ریچارد هرگز ملاقات نکرده. او برادر خود العدیل را نزد ریچارد می‌فرستد. او به برادر خود وظیفه می‌دهد که با ریچارد مذاکرات را شروع کند و تا اندازه ای که امکان دارد مذاکرات را طولانی بسازد. وقتی العدیل با ریچارد مذاکره می کند، صلاح الدین آمادگی هرچه بدتر می شود. صلاح الدین به بیت المقدس عقب نشینی کرده دیوارهای شهر را محکم می سازد و منتظر تصمیم ریچارد است. هرچه العدیل کوشش می کند، ولی ریچارد می فهمد که باید عمل کرد، چون برادرش جان در انگلیس کوشش دارد تا تاج را از آن خود کند. ریچارد به نوبه خود به شهر نزدیک می شود. او از شمال می خواهد شهر را محاصره در آورد. صلاح الدین آمادگی ملاقات با دشمن سرسخت خود را می گیرد. در آن زمان بیت المقدس به سمبول دستاوردهای نبرد صلاح الدین تبدیل شده بود. او قمندانهای با وفای خود را که از سالها همراهش می رزمیدن جمع می کند و با کلمات بسیار ساده برایشان دستور می دهد که این جنگ دو را دارد، یا تخت یا تابوت. ریچارد به نزدیکی شهر ایستاده می شود و می فهمد که تعداد عساکرش کافی نیست تا شهر را تصرف نمود. پروفیسر شیمون گیبسون از انستیتوت آلبرایت می گوید که ریچارد می فهمید که او اتا از بیرون نمی توانست چهار اطراف شهر را کنترل کند. افسانه ها حاکی هستند که او سپر خود را بالا می کند و می گوید من نمی توانم به این شهر نگاه کنم، چون نمی توانم آن را از دست مسلمانان برگردانم، و از آنجا عقب نشینی می کند. ریچارد می فهمد که باید اعلان صلح را از طریق العدیل اعلان کند. نظر به توافقنامه یاوه سال 1192 میلادی، صلیب خداوند به عیسویان برمیگردد و عیسویان برابر به مسلمین حق داخل شدن و عبادت را به شهر میگیرند. ریچارد برمیگردد از بیت المقدس و بعد از چند ماه سفر به انگلستان میرسد. صلاح الدین همچنان خسته به دمشق برمیگردد. در ماه مارچ سال 1193 او چشم از دنیا میپوشد، فقط بعد از دستور آخرش که قتل و خونریزی را منع اعلان میکند. داستانهای عزت، شرافت و آبروی صلاح الدین به تمام جهان میرسد. قوانین شریعت دقیقاً عمل جنگجو را قبل از نبرد، در زمان نبرد و بعد از نبرد را توصیف نموده و این توصیف تاثیر عمیق بالای رفتار و کردار صلاح الدین گذاشته. دشمنان به او احترام داشتند. همه او را انسان با عزت، با آبرو و صادق می شمولیدند. در غرب همه از او به این شکل توصیف می کنند. میراث اخلاق صلاح الدین را می توان در نبردهای امروز حتی مشاهده کرد. او که اساس گذاشته به کودکس قرون وسطی اروپایی شوالیه یا به حساب ریسرها. بعضی ها به این عقیده هستند که اساس در پیمانهای چون کنونشن ژنو نه تنها مسیحیت بلکه از اخلاق صلاح الدین و اسلام است. دوستان عزیز، تشکر از توجهتان. فیلم از چینل نشنال جیوگرافیک پروگرام رازهای تاریخ است. تهیه نقصه دری از چینل افغان پویان. ترجمه و اجرای متن از حمید پویان. برای فیلم های بیشتر لطفاً داخل چینل شوید و فراموش نکنید لایک، شیر و سابسکرایب تا ما بتوانیم ویدیوهای بیشتر برایتان تهیه کنیم.